دوستان رفیق فایل دروف اومده یه پروژه جدید که یه تایم بسیار کمی داره 25 روز وقت داریم داخل این پروژه شرکت کنیم و گفته که یک توکن معادل 64 سنت خواهد بود که از اونجایی که در جریان هستید این پروژه حالا یه سری شرایطی داره که قرار در این ویدیو کامل توضیح بدیم خب من الان وارد پروژه میشم شما وقتی وارد پروژه شدید اولین بخشی که وارد میشید بخش ارنه ولی همون اوایل بر اساس اکانتتون یه مقدار توکن به شما تعلق میگیره خب اینجا چی میگه میگه که شما میتونید دیلی تسک داشته باشید حالا این دیلی تسک توضیح میدم به چه دردی میخوره ولی تسک های رایگان که وجود داره میتونید اینا رو کامل اوکی کنید و بابتش امتیازش رو دریافت کنید و بخش بعدی بخش لیست خوب اینجا تنها چیزی که توضیح داده یه درخت کریسمسه که توضیح میدم اینم احتمال داره بر اساس این درخت کریسمس هم یک مقدار بیشتر بتونیم توکن دریافت کنیم یا حتی میخواد احتمالا در آینده اون چیزی که برای این درخت کریسمس پرداخت کردیم به صورت NFT یه سری قابلیت هایی داشته باشه حالا فعلا مشخص نیست این نظر شخصی خود منه خوب اما تو بخش لیست یه معیارهایی در نظر گرفته که گفته این شرایط ها میتونه در واقع شما رو شامل اردراب کنه اولین گزینه که مشاهده میکنیم همون درخت کریسمسه اگر روش کلیک کنیم وارد این بخش خواهیم شد و تو این بخش شما باید به درخت کریسمس در واقع بر اساس موجودی که دارید حداقل 100 تا ستاره پرداخت کنید ستاره تلگرامی باید برای این درخت کریسمس پرداخت کنید که گفته هرچه شما ستاره بیشتری پرداخت کنید معیارهای در واقع بهتری خواهد داشت در حین ایردراپ گفتم احتمال داره توکنی بیشتری شامل بشیم یا این درخت NFT بر اساس پرداخت خودمون به صورت NFT قابل کلم بشه خب وقتی پرداخت کردی اون گزینه براتون فعال میشه حالا گزینه بعدی یه گزینه هست وریفیشنه یعنی اینکه ما ربات نیستیم باید حداقل یک تونکوین پرداخت کنید خب بعد از اون تراکنش های روزانه باید حداقل یه دونه رو انجام بدید یعنی برای بار اول که وارد شدید از این بخش یه تراکنش میخواد از این بخش هم یه تراکنش میخواد تراکنش اول باید ستاره پرداخت کنی ستاره تلگرامی تا تایید بشی تراکنش دوم هم حدودا فکر میکنم نزدیک سه دام تونکون باید پرداخت کنید تا اینجا براتون اوکی بشه خب بعد از اون دعوت دوستان سعی کنید حداقل از بخش دعوت دوستان یه دونه دوستتون رو به این پروژه دعوت کنید یه بخش داره بخش تبلیغاته خوب این گزینه رو که کلیک کنید شما رو به یه ربات تبلیغات هدایت میکنه که از اون قسمت یه تبلیغ نگاه میکنید این تسک هم براتون اوکی میشه و بخش آخر بخش تسک گفتم که از بخش ارن اتلیست هم برای شما میذارم اینا رو که انجام بدید این قسمت هم براتون اوکی میشه که از این بخش هم شما میتونید در واقع امتیاز و لیدرورد خودتون رو مشاهده کنید که 25 روز هم وقت داریم داخل این پروژه شرکت کنیم و حتما هم این بخش هم باید تکمیل کنید بخش تسکی که گفتم اینا رو که اوکی کنید میاید قس از این قسمت ریواردو رو کلیم میکنید و از بخش تسک اینا براتون اوکی میشه خوب این بخش تسک براتون اوکی میشه خب فعلا هم نگفته که در واقع تمام این وظایف رو باید تکمیل کنید تا شامل ایردراپ بشید من احتمال میدم گزینه ای که خیلی مهم باشه گزینه وریفیشن خب احتمال میدم که این گزینه حتما باید انجام بشه و از اونجایی که مشخصه دو تا گزینه اول کریسمس و گزینه وریفیشن ظاهرا اینا اجباری هن. حالا باز خودتون باید تحقیق کنید و اگر دوست داشتید در این پروژه شرکت کنید و پرداخت کردن این پروژه بر خودتونه و از اونجایی که در جریان هستید راکسمن حالا میشه گفت که پاول دروف اونو به رفیق خودش معرفی کرده و خیلی ازش خوشش میاد همون پروژه اول میجه افرادی که حالا بیشتر هزینه کردن بیشتر برای اونا ایررب داده بود. باز اگر سوال و مشکل داشتید میتونید کامنت بزنید ما حتما جواب میدیم.